سلام، جمعه 29 آبان 88، 20 نوامبر 2009 میلادی. من ابتدا توضیح بدم که چون در سفر به شهر هیوستن تکساس هستم برای سخنرانی، این برنامه رو به کمک دو تا از بچه های خوب هیوستن دارم با آیفون ضبط میکنم. زحمت این کاغذ پشت سر رو هم کشیدن که خیلی برنامه ما از روال خارج نشه. البته به دلیل اینکه با آیفون هست، من کمی ناچارن کوتاه‌تر صحبت میکنم تا انتقالش آسان‌تر باشه. در حال اگر کمی زیادی داره عذرخواهی میکنم و همینجا هم تشکر میکنم از بچه های خیلی خوب هیوستن تکساس. اما راجع به چهار موضوع امروز صحبت میکنم. موضوع اول سفر آقای احمدی نژاد به تبریزه که آنطوری که اعلام شده بود 100,000 نفر رو بسیج کرده بودن، آورده بودن، میخواستن که بیارن به ورزشگاه باغ شمالی تبریز و از این کارهایی که میکنن پول خرج بکنن، اما انتهاش آبروریزی شد برای اینکه بیشتر از چند هزار نفر، به روایتی 2-3 هزار نفر، به روایتی حالا 5 هزار نفر بیشتر در ورزشگاه نبودن، همه سکوها خالی بود، تلویزیون هم ناچار میشد که فیلم های به اصطلاح شات های بسته نشون بده، توی محوطه چمن بودن. یک کسی مطرح کرده بود که به خیلی ها هم یا فشار آورده بودن، حتی تو بیمارستان ها تهدید کرده بودن کارمندان دولت و به خیلی هم پول داده بودن، ولی گویا اونهایی که پول هم گرفته بودن زرنگی کردن، پول رو گرفتن و به سلامتی نیومدن. به نظر من این سرنوشت رئیس جمهور انتصابی و کودتاچی است که فکر میکنه به زور میتونه که به این مردم حکومت بکنه. همین سرنوشت آقای احمدی نژاد در جاهای دیگه هم داشته و فکر میکنم اگر کمی چشم بصیرت داشته باشه میتونه بیاموزه. اما نکته دوم این است که عباس حکیمزاده از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت دانشجویی دستگیر شد و مهرداد بزرگ، سورنا هاشمی، علیرضا موسوی، سینا شکوهی، البرز زاهدی، فرزان رؤوفی، احسان دولتشاه هم از دانشجویان لیبرال دانشگاه ها رو یک جا دستگیر کردن. در واقع کاری که حکومت داره میکنه همون اشتباهی است که در تمام 5 ماه گذشته کرده. تصورش بر این است که بچه های فعال و شناخته شده دانشجوی رو اگر الان بره دستگیر بکنه، برای 16 آذر دیگه مراسمی نخواهد بود. فکر میکنه که اگر کادرهای فعال رو بگیره میتواند جنبش رو ساکت بکنه. پیشا پیش به حکومت باید گفت که همین اشتباه رو 5 ماه تکرار میکنه و همیشه هم دیده که کادرهایی که در جنبش فعال هستن چگونه هر روز نه فقط کم نمیشن بلکه رشد میکنن. سازماندهی جنبش رشد کرده و همواره جنبش تواناییش هم بالاتر میره و علارغم همه این بیگیرو به بندها میتوانند هزاران نفر رو بسیج کنن و در مجموع میلیون ها نفر رو در سطح کشور به خیابون ها بیارن هر وقت که جنبش اراده میکنه. و این مکانیزم اساسی رو از درکش سرکوبگرا عاجزن که یک حرکت مردمی وقتی ریشه در بنیانهای جامعه و در اعماق مردم داره، از پایین جامعه خودش کادرسازی میکنه، خودش حرکت میکنه و سازماندهی شبکه بندی اجتماعی که داره هر روز تکمیلتر میشه و کار میکنه. به هر حال این هم از اون کارهایی است که ارز خود میبری و زحمت ما میداری و نتیجهش رو هم حکومت در 16 آذر خواهد دید که علارغم این دستگیری ها و فشاری که روی فعالین جنبش دانشجویی میگذاره، خواهد دید که در سطح تمام دانشگاه های کشور مراسم 16 آذر در روز دوشنبه 16 آذر برگزار خواهد شد و چگونه در واقع حرکت عمومی در سطح تمام دانشگاه خواهد شد و چگونه مردم از دانشجوها پشتیبانی خواهند کرد. اما نکته سومی که میخواستم بگم و اسباب کمی دلواپسی شده این است که آقای احمدی عمویی روزنامه نگار رو به سلول انفرادی منتقل کردن و یک کمی اخباری از
کسالت ایشون رسیده که اسباب نگرانی خانواده و همه دوستانشون شده. بنابراین این اخطار جدی رو باید کرد که حکومت مسئول سلامتی و حفظ جون بچه هاییست که در زندان هستن. اما نکته آخری که میخواستم بگم این است که امروز مطرح کردن که بسیج قرار دیگه جهازیه بده، شیرینی بده، گل بده و از این کارا که بلکه بتونن آبروش رو احیا کنن. و در هفته بسیج که من نمیدونم این هفته دیگه از کجا در اومده، چون قرار بود هفته بسیج روز دوربر 13 آبان باشه، قرار از روز عرفه یعنی جمعه 6 آذر ماه 9 ذیحجه وعده کردن که 7 میلیون بسیجی رو میارن توی خیابون‌ها. من پیشاپیش اعلام میکنم که بسیار کار مبارکی است، بسیار کار خوبی است. البته قابل حدسه که پول هنگفتی خرج خواهد شد، از قبیل همون 400 هزار تومان در روز بدن و کودتاچی ها میخوان به هر قیمت یک مانوری بگذارن که نشون بدن که جمعیتشون هست و به این ترتیب دلشون به همدیگه قرص بشه و به اصطلاح مانوری از جمعیت بگذارن. پیشا پیش میگم که اگر ممکنه فقط زودتر بگن در کدوم مسیرها در کجاها هستن، برای اینکه اگر جنبش سبز هم تصمیم بگیره در همون روز بیاد توی خیابون و حرکت بکنه، صلح‌آمیز قول میده که کاری به کار این آقایون بسیجی، حالا هر چند ده نفر یا چند صد نفر یا چند هزار نفری که باشن، نداره و قول میده که در اون طرف خیابون حرکت بکنه. فقط خواهش از حکومت اینه که زودتر مسیرهایی رو که میخواد بره اعلام بکنه تا مردم هم امنیت داشته باشن، بتونن که بیان به حرف خودشونو بزنن. ولی حالا آیا چرینکایی رو بکنه جنبش سبز یا نکنه بحث بعدیه، ولی صرف این که مسالمت آمیز تصمیم بگیرن بیان توی خیابون و حرفشون رو بزنن ولی این که پول بدن یه در رو بیارن، ما ازش استقبال میکنیم، برای اینکه اساس حرکت ما سرجویانه است و کاری هم نداریم به این که هر کسی بیاد حرفش رو بزنه، ولو هر چقدر هم که اقلیت باشه، هر چقدر هم که به زور پول حکومت باشه، ولی حرفشون رو بزنن، شعارشون رو بدن و دست به خشونت ورزی نزنن، مردم براشون مشکلی نداره. در حال تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرفراز باشید. به امید پیروزی ایران و ایرانی.